دومین روز اجلاس سرانه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حالی روز جمعه آغاز شد که به نظر می رسد هنوز اختلافات جدی میان طرفین وجود دارد. پیشرفت‌های حاصل شده ولی به توافق نرسیدیم. توافقی را می پذیرم که در برگیرنده خواسته های ما باشد. تمام تلاشم را می کنم. لندن خواستار داشتن حق ویژه برای تاثیرگذاری بر تصمیمات گروه یورو است. خواسته ای که با مخالفت فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه روبرو شده. شب گذشته پیشنهادهایی مطرح شد. فرانسه مخالف اعطای حق وتو است و خواستار ایجاد مقررات مشترک مالی برای کل اروپا است. حال همه نگاه ها به آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دوخته شده. او می تواند نقش میانجی را ایفا کند و راه رسیدن به توافق را هموار سازد و مانع جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا شود. گفته می شود نخست وزیر بریتانیا خواسته های تازه ای را درباره خدمات اجتماعی به مهاجران مطرح کرده. این خواسته ها می تواند راه رسیدن به یک توافق را سخت‌تر کند. اما اگر توافق حاصل شود، هیئت دولت بریتانیا در لندن تشکیل جلسه می دهد و زمان برگزاری همه پرسی را اعلام خواهد کرد.